یوسف عزیزی که خوشبختانه با ما هستند، دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از شهر واشنگتن. شب شما بخیر آقای عزیزی. پیش از همه از همین صحبتهایی که مهرنوش همکارم داشت میکرد شروع بکنیم، که روسیه هم خواسته که ایران هرچه زودتر به فکر پیدا کردن راه حلی با آژانس هسته‌ای باشه. آیا این راه وجود داره تا ایران بهش برسه یا نه از دید شما؟ خب بالاخره روسیه از اول هم این دغدغه رو داشت که در واقع ایران به حالا بحث توانمندی هسته‌ای از نظر نظامی دسترسی پیدا نکنه. این درخواست در واقع همه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بوده. در این زمینه با آمریکا و کشورهای اروپایی اختلاف نظر نداره روسیه، اما روسیه همین چند روز پیش هم به آمریکایی‌ها تذکر داده بود که بالاخره شما کشوری بودین که زیر تعهداتتون زدین و شما هم بعد از خواسته های اضافیتون دست بردارید و قدم اول رو به سمت بازگشت به تعهدات برجامی بردارید. در صورت این امکان وجود داره اگر همه بخواهن، همه طرف ها مخصوصا آمریکا و ایران بخوان برگردن به روزهای قبل از سرکار اومدن آقای ترامپ، ولی این نیازمند این هست که اراده سیاسی کسانی که در واشنگتن دی سی بر سر قدرت هستن، آقای بایدن، ایشون بخواد در واقع در مقابل اون جریان‌های داخلی و اون در واقع هزینه بکنه از سیاست داخلی خودش برای این منظور و بازگشت به برجام. و اتفاقا موقعی که صحبت روسیه میشه خیلی احتمالا در واقع به گونه ای در واقع صحبت های روسیه رو به گونه دیگر دریافت بکنن. از آقای عزیزی میخوام صحبت بکنم که در زمینه هسته‌ای بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی ایران روسیه رو دوست و یاور خودشون میدونستن، ولی خب دیدگاه جامعه مدنی در ایران در مورد روسیه خیلی فرق میکنه. آیا همچنان میشه روسیه رو یاور ایران دونست در این زمینه بخصوص یا نه آقای عزیزی؟ ببینید، من اول از همه باید بگم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد حقوقی نیست، یک نهاد فنی هستش. بنابراین تصمیماتی که اونجا گرفته میشه از لحاظ اون مکانیزم‌های فنی که برای بازرسی از اماکن هسته‌ای کشورهایی که عضو NPT هستند و یا پروتکل الحاقی رو تصویب کردن، اون مکانیزم‌ها رو انجام میده. اگر به نتیجه برسن در شورای حکام، میتونن پرونده‌ای رو ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل برای اقدامات حقوقی بعدی. در مورد پرونده ایران هم همین اتفاق افتاده بود، یعنی در بین سالهای بعد از مذاکرات ایران در زمان آقای خاتمی و همینطور تیم هسته ای آقای روحانی و آقای ظریف، وقتی که مذاکرات با اروپایی ها به شکست انجامید، در واقع یک دوره ای داشتیم که در اون دوره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاد و شورای امنیت چند تا قطعنامه بر ضد ایران تصویب کرد. بعد از اون ما برجام رو داشتیم. ببینید، حرفی که شما در مورد روسیه میزنید، من اولش هم گفتم روسیه یک سری نیازهایی داره. مثل بقیه اعضای دائم شورای امنیت نمیخواد که در واقع توانمندی هسته ایران به سمت جایی بره که نامعلوم هست برای جامعه جهانی یا حداقل برای همون سازمان ملل و مجموعه های زیر نظر سازمانه. بنابراین نظارت دقیق که اون پروتکل الحاقی هست و حتی فراتر از پروتکل الحاقی که همه اینها مراحلی بیشتر از NPT هستن رو ایران در برجام پذیرفت. یعنی 24 ساعته 7 روزه 24 ساعته تمام زمانها از 0 تا 100 برنامه هسته ایران زیر پوشش لحظه‌ای و آنی مانیتور میشد با دوربین‌های خاص، با دوربین‌های مخصوص در همه تأسیسات هسته ایران. هر قطعه‌ای که وارد میشد در کشور، حتی قطعه‌هایی که دو منظوره بودن، همه اینا مورد در واقع بازرسی قرار مشخص بشه که این قطعه کجا در کدوم صنعت میرن، آیا در صنعت هسته‌ای میرن یا صنعت دیگه. وقتی که الان ایران به خاطر اینکه طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نمیکنه، ایران هم پروتکل الحاقی رو که داوطلبانه انجام میداد در حین برجام، وقتی اون رو الان انجام نمیده، در واقع ایران نقض نکرده چیزی رو. ایران عضو NPT هست، ایران بازرسی های NPT رو انجام میده، ولی بازرسی هایی که بر اساس پروتکل الحاقی بود رو دیگه انجام نمیده به خاطر اینکه منفعتش رو از برجام نمیگیره. لذا اتفاقی که الان میخواد بیفته در مورد روسیه، خب روسیه اون در واقع همکاری های هسته‌ای خودش با ایران رو ادامه میده، بوشهر رو راه انداخته، دو تا نیروگاه دیگه مثل بوشهر میخواد با ایران انجام بده و در حال ساختن هستش. اینها جای خودشه، یعنی اون همکاری ها جای خودشه، ولی در عین حال روسیه هم میخواهد که در واقع چی، اون نظارت های دائمی پروتکل الحاقی 100 درصدی روی برنامه هسته ایران باشه.
لذا روسیه الان اینجا و اتحادیه اروپا کارشون اینه، یعنی اون کاری که در وین دارن میکنه که دو طرف رو، هم آمریکا رو هم ایران رو، در واقع یه جوری بینشون یه پلی برقرار کنن که هر دو برگردن به تعهدات برجامی که بله. داشتن. ولی دیروز آمریکا از ایران خواست که این خبر رو حتما شما هم شنیدید که به توافقش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و وزیر خارجه فرانسه هم با هشداری به ایران گفت که مقام‌های ایران به اشتباه فکر می‌کنند که گذشت زمان وضع رو به نفع ایران رقم خواهد زد. آیا همینطور هست یا نه؟ آقای عزیزی از شما سوال بکنم. خوشحالم. بله ببینید، بحث مشخصه، بحث این است که اگر طرفین بخوان برگردن به شرایط برجام، اون شرایط مد نظر غرب هست. ببینید برجام برای غرب چند تا فایده اساسی داشته که همین نظارت‌های حداکثری روی برنامه هسته ایران، روی بخشی از برنامه حتی نظامی ایران و حتی صنایع مختلف ایران که گفتم به خاطر اون کاربرد دوگانش بوده، کنتر کردن برنامه هسته ایران و همینطور اولین قدم برای اینکه به سمت مذاکرات هسته‌ای با ایران، مذاکرات منطقه‌ای و امنیت منطقه با ایران برن، اون اعتماد سازی بود که میشد در مذاکرات هسته‌ای با ایران ایجاد بشه و دلایل دیگه ای داشتش. اگر غرب میخواد برگرده به اونجا، اگر غرب میخواد ایران هم به شرایط در واقع اون حرکت داوطلبانه‌ای که در قبول پروتکل الحاقی داشته برگرده، خب باید بالاخره اون منفعتی که برجام بوده، اون تحریم‌های ظالمانه یک جانبه‌ای که آمریکا گذاشته، ذیل سازمان ملل نیست، ذیل اتحادیه اروپا نیست، فقط به خاطر هژمونی که آمریکا روی در واقع نهادهای مالی جهانی داره و ترسی که کشورهای دیگه دارن که مجازات بشن از طرف آمریکا، فقط باید این مسئله حذف بشه، یعنی ایران بتونه روابط مالی و بانکی خودش رو با کشورهای دیگه داشته باشه، با نهادهای بین‌المللی بتونه نفتش رو بفروشه و پول نفتش رو راحت انتقال بده داخل. دو تا خواسته خیلی معمولی، چیز امتیاز خاصی هم نیستش، دو تا خواسته معمولی هست. اگه اینها اجرا بشه، خب ایران هم برمیگرده به تعهدات هسته‌ای که داشته. توجه بکنیم، این نکته خیلی مهمه، در سال هشتم برجام اگه برجام سرپا بمونه و اجرایی میشد و الان سال پنجم بودیم مثلا دو سه سال دیگه، در اون سال این اتفاق میافتاد که ایران باید پروتکل الحاقی رو به مجلس میبرد و در پارلمان اون رو در واقع تصویب نهایی میکرد. دیگه اون وقت داوطلبانه نبود، دیگه برای همیشه ایران اون رو تصویب میکرد و در کنار اون اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا هم باید تحریم هایی که بر ضد ایران بوده و هنوز قانونا بوده یا هنوز ادامه داشته اونها رو کم میکردن. سازمان ملل باید تحریم تسلیح موشکی رو حذف میکرده. میخوام بگم اگر این روند ادامه پیدا میکرد و اون چیزی که غرب میخواست اجرا بشه همین هست که برگردن طرفین به در واقع تعهدات برجامی. من فقط یه چیزی به شما بگم، بر اساس خیلی کوتاه لطفاً، چون زمان داره کوتاه، بر اساس ام پی تی در مقابل این نظارت هایی که یک کشور میپذیره و حتی الان پروتکل الحاقی، این کشور باید از طرف سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای دارای توانمندی هسته‌ای به اون در زمینه صلح آمیز هسته‌ای در واقع کمک برسه، کمک‌های فنی برسه. خب ببینید یه کشوری مثل ایران وارد این برنامه حقوقی شده، ام پی تی رو از زمان شاه قبول کرده، در زمان جمهوری اسلامی هم همیشه به اون پایبند بوده، بیشترین نظارت‌های تاریخی روی کشوری رو برنامه هسته ایران بوده. ولی اگر قرار باشه از اون سمت هر برنامه حقوقی، هر قراردادی دو طرفه است، این قرار باشه هیچ منفعتی به ایران نرسه، خب ایران هم از این فرم میگه که خب من هم به شما این نظارت و این بازرسی که می‌خواستین رو مجوزش رو نمیدم.